تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. خدا یا قرآن را نور فکر ما، نور اخلاق ما، نور سیاست و اقتصاد و خانواده ما، نور قلب و قبر و قیامت ما، نور فرد و جامعه ما، نور چشم ما، نور بیان ما قرار بده. از اول قرآن شروع کردیم، در هر آیه چند دقیقه با تفسیرش آشنا بشیم. به جزء نهم سوره اعراف و الان آیه 123 هستیم، با هم آیه رو بشنوید. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. حضرت موسی آمد به فرعون گفت من پیغمبر خدا هستم، معجزه دارم. گفت معجزه چیه؟ عصاش انداخت اژدها شد. اطرافیان گفتن این سحر و جادوه، ساحرها رو از همه بلا جمع میکنیم، رقیب درست میکنیم، با سحر و جادو دیگه حنای موسی رنگی نخواهد داشت. ساحرها رو آوردن، معجزه موسی رو که دیدن ایمان آوردن. فرعون گفت عجب. قال فرعون، آیه 23، قال فرعون، فرعون گفت به ساحرها، گفت آمنتم به قبلا آذن لکم، پیش از این که من به شما اجازه بدم به او ایمان آوردید، بدون اجازه من ایمان آوردید. ان هذا لمکرون، قطعا این نیرنگی است که شما درباره این شهر مصر اندیشیده اید. میدونید میخواد چه کنید؟ مکرون این تدبیریه که لتخرجوا منها اهلها، میخواید اهل مصر و اهل مدینه رو خارج کنید. شما اومدید یک کودتای فرهنگی بکنید، به هر حال میخواد یه حکومت از ما بگیرید، میخواد مردم رو، میخواد مصر رو از ما بگیرید. فسوف تعلمون، خواهید فهمید که با چه کسی روبرو هستید و چه کیفری خواهید دید. بهتون خواهم گفت. پیامی که این آیه داره اینه که اول ستمگر بدون دلیل، به خاطر غرور و تکبر بدون دلیل، میگه باز همه زیر نظر ما کار بکنن. بدون اجازه ما چرا ایمان آوردید؟ آخه تو کی هستی؟ به چه دلیل ما وقتی میخوایم ایمان بیاریم باید با اجازه تو ایمان بیاریم؟ یعنی فرعون به قدری مغرور و متکبر بود که میگفت عقاید و افکارتون باید با اجازه ما باشه. مثلا من بگم اینو دوست داشته باش، من بگم اینو دوست نداشته باش. یعنی استعمار فرهنگی و اصلا اندیشه رو جلوشو میگیره، جلو فکر رو میگیره، جلو آزادی رو میگیره، حق انتخاب عقیده رو میگه شما ندارید. بعد میگه ان هذا لمکرون، یکی از شیوه های طاغوت همین تهمت زدن به مردان حقه، میگه این مکره. تازه طاغوت ها حتی به کارگزاران خودشون هم اعتماد ندارن. آقای فرعون این جادوگرا رو، ساحرها رو خودت جمع کردی، اینا با ماموران شما اطلاع رسونی شد، با بودجه تو جمع شدن تو دربار، اینا بازوی خودت بودن. خب بازوی خودت اقرار کردن، معلوم میشه طاغوت اگر ببینن حکومتش در خطره همو بازوهای خودش هم قلقم میکنه. به خودش اطمینان. در جای دیگه در سوره طه آیه 71 میگه که انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، که اصلا خود شما شاگرد موسی هستید، یک توطئه است برای وراندازی حکومت من. بعدم میگفت که مردم اینا میخوان شما رو از شهر بیرون کنن، یعنی از حس وطن دوستی استفاده کرد. گفت اگر گوش به حرف فرعون موسی بدید، اینا خونه و زندگی رو شما میگیرن. خلاصه گفت که فسوف تعلمون، به تو خواهم گفت. به تو خواهم گفت یعنی نمیدونید چه خبره، نمیدونید با کی طرفید، نمیدونید چه سرنوشت تلخی دارید. آیه 324 رو با هم بشنوید. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. حتما دست و پای شما رو ضد هم قطع میکنم، یعنی دست راست با پا چپ، دست چپ با پا راست، دو تا پا رو قطع نمیکنم که سینه خیز بروید،
دو تا دست قطع نمی‌کنم که روپا بروید، ضربه دارید میکشم، بعدم شما رو لاصلبن نکنم اجمون به شاقه درخ آبزونتون میکنم. آیه 25 بشنوید، 325. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قالوا انا الى ربنا منقلبون. قالوا انا الى ربنا منقلبون. سایرها در پاسخ گفتن که مهم نیست، هر کاری میخوای بکن بکن، ما به سوی پروردگارمون باز میگردیم. در این که حالا این فرعون عملی کرد یا نه در قرآن نداریم، ولی در روایات و تاریخ آمده که فرعون اینا رو کشت، ولذا در تفسیر کبیر داریم که کانو اول النهار کفارن سهره و آخر النهار شهدا برره. اینا صبح کافر بودن و ساحر بودن، جمع شدن آبرو موسی رو بریزن، و شب همه شهید بودن چون ایمان آوردن و فرعون رو قطع قدری کرد. یعنی گفتن مرگ در راه عقیده بهتر از این است که ما تحت سلطه فرعون باشیم و حق فکر و عقیده هم نداشته باشیم. خب نکته یکی از اینه که همیشه جباران برای پیشگیری از نفوذ مخالفین سردمداران و پیشتازان رو میکشن، چون اگر این ساحرها بودن فاصله کمی همه مردم به موسی ایمان میوردن. گفت این سرانی که کارشناسایی که آمدن سحر و جادو کنن عوضی که موسی رو بشکنن خودشون مرید موسی شدن، اگر اینا پیشتازن اینا رو بکشید تا دیگه مردم حوث ایمان به موسی نداشته باشن. از این معلوم شه که میگن انسان محکوم نظام ها و محیط ها و جبر تاریخ و این چیزهایی که میزنن اینها حرف درست نیست. جبر محیط را ما قبول نداریم، جبر تاریخ را ما قبول نداریم. انسان میتونه هجرت کنه، حتی لحظه مرگ به بعضی میگن فیما کنتم، تو چه کاره بودی؟ میگن ما مستعذب بودیم. میگه خب پامشد میرفتی، اصلا چرا توی جلسه نشستی؟ پاشو برو. چرا تو این منطقه موندی؟ خب پاشو برو. جبر تاریخ و جبر محیط و جبر سیاست و جبر اقتصاد انسان اصل در انسان اراده انسانه، ولذا می‌بینیم تو کاخ فرعون زن فرعون مؤمن است، تو خونه وحی زن لوط کافره. یعنی تو خونه پیغمبر کافر پیدا میشه، تو خونه کافر مؤمن پیدا میشه. این پیداست اصل حرف اول اراده انسان میزنه. خب کسی که با بصیرت ایمان آورد دیگه با امواج دست از ایمان بر نمیداره، تهدید رو نمیترسونه. گفتن انا الی ربنا منقلبون. الله اکبر. ساحرها صبح به فرعون گفتن ما اگر با سحر و جادو موسی رو بشکنیم یه سکه به ما میدی، ان لنا لاجرا، چش داشتن به یه مثقال طلا. قال نعم، گفت بله بتو میدم. وقت اصلی فرعون گفت تیکه تیکه دور میگفتن، گفتن تیکه تیکه کن فقط ما انتقاض هرچی میخوای قضاوت کن، انما تقوی هذه الحیات الدنیا، تو دورت میشه از دنیا نی. الله اکبر. توجه کنید صبح یه سکه پالشون مهم بود، غروب کره زمین پالشون ارزش نداشت. به فرعون گفتن هر کاری میخوای بکن منو بکش، تو کسی نیستی، انما تقضی، تو فقط قضاوتت حال الهیت دنیا، توی دنیا زور داری. ما یه چشمه دیدیم به بی‌نهایت وصل شدیم، تو هستی که دلت به همین کاخ باغت خوش میگه علی سلیم ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، من حکومت دست من، نهرها از زیر پام رد میشه، تو دلت به با خوشه. ما چیز دیگه دیدیم، رب ابن لی اندکه بیتن فی الجنه. زن فرعون میگه خدا اندکه، من میخوام بیام بالا، تو ول کن فرعونو. یعنی انسان موجودی است که ساعت 8 صبح یه سکه پالش بزرگه، 4 بعد از ظهر کره زمین پالش کوچیکه. این دین ای تو آدمو متحول میکنه، دنیا رو پالش کوچیک میکنه، چشم انداز از اون بسیم. اصلا روشن فکر متدینه، روشن فکر کسی است که تا بی‌نهایت بتونه ببینه. بسیار خوب. مرگ در راه حق بهتر از زندگی در راه باطله. از این معلوم شد به سابقه ایمان و عبادت نباید مغرور شد. گاهی چند تا ساحر و کافر یک تحول پیدا میکنن، از همه سبقت میگیرن. میگوید سلمان فارسی یک دهم دین عمرش دین داشت. سلمان فارسی اگر مثلا بگیم 100 سال، از 100 سال 10 سالش دین داشت، 90 سال منحرف بود. اما گاهی افرادی که سابقه انحراف دارن چنون حرکت میکنن که میشه از سلمان من اهل البیت. افرادی هم مثلا یه عمر دین دارن لحظه آخر چپه میشن. نه افرادی که دین دارن مغرور بشن،
و تحقیر نکنن افراد منحرف. یه وقت منحرفین توبه میکنن با یه سرعتی میرن که از مؤمنین جلو میفتن. از این معلوم میشه در شیوه تبلیغ از جوانمردی‌ها باید یاد کنیم. اینجا خدا میگه قالو آمنا، قالو قالو قالوهایی که خدا رقم کنه از قول سهرا، میخواد بگه سهرا چقدر جوانمرد بودن، ایمان آوردن، یک نترسیدن، دو از جون خودشو گذاشتن، سه رشادت ها رو باید نقل کرد. خب خدای تو رو به حق محمد آل محمد ایمانی با بصیرت که با هیچ تهدیدی و با هیچ طمعی و با هیچ ترسی و در هیچ شرایطی از اون ایمان دست بر نداریم، با آبروی همون ساحرهایی که ایرقم ایمان آوردن، اون گونه ایمانه را به ما هم مرحمت بفرما. خب در این جلسه ما چند تا آیه رو تفسیر کردیم، 323، 324، 325. و السلام علیکم و رحمت الله.